بسم الله الرحمن الرحیم اللهم نور قلوبنا به نور ایمان سلام علیکم سبدی از گل ارادت و احترام تقدیم یکایک که شما بزرگواران شما که امشب هم در میان برنامه های روزمره زندگیتان وقتی را باز کردید تا با تلویزیون جهانی و هادی و به وقت بیداری همراه شوید چهارشنبه شب دیگر هست و موضوع زیست مؤمنانه با حضور ارزشمند جناب استاد دکتر فیازی گفتگوی را با ایشان آغاز میکنیم سلام علیکم استاد بسیار خوش آمد سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاۃ و السلام علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای ناصری و خدمت همکاران محترم و ارجمند شما عرض احترام میکنم خدمت بینندگان محترم و گرامی که پیگیر, پیگیر کننده و دنبال کننده سلسله برنامه های معرفتی به وقت بیداری و مخصوصا این برنامه زیست مؤمنانه هستن خوشحالم که بازم خداوند توفیق داد در یک برنامه دیگه در خدمت شما و در محضر بینندگان محترم باشم بسیار تشکر از حضور مجدد حضرت حالی در استودیو ما بنده از جانب و میزبانی بلخرد همه عزیزانی که در منزل هستن از شما تشکر میکنیم موضوعات بسیار مورد استقبال واقع شده یک از این نشانهایی است که یک از عزیزان یک سوالی دارن که برنامه میشویم میخوایم با سوالی ایشان آغاز کنیم سوال ایشان حضرت ما اجازه میخوایم که اول نمبر ایشان بخونم مثبت 93 75 پنج شماره آخر 80 66 از کشور عزیز من افغانستان سوال کردن که تقوا را به زبان ساده برای ما تعریف بفرمایید بله حقیقتا سوال خوبی مطرح شده است و در همی ابتدای برنامه هم چون یکی از نشانه ها و یکی از مشخصات اساسی زیست مؤمنانه داشتن تقوا است تقوارم خدمت شما و این بیننده محترم من مختصر توضیح بدهم تقوا عبارت است از اون نیروی که در وجود انسان هست و انسان را در هنگام انجام کارها کنترل می کند مخصوصا مخصوصا چون انسان بالاخره دارای هواهای نفسانی یا به تعبیر ساده تر هواهای شیطانی هست و این نفس انسان گای تمایلاتی دارد که بعضی از کارهایی را که از نظر شریعت ما نادرست است یا گناه است یا معصیت است علاقه دارد که اونها را انجام بدهد اما تقوا باعث می شود که انسان را کنترل بکنه و نگذارد که انسان تحت تأثیر او هواهای شیطانی و هواهای نفسانی قرار بگیرد اگر بخوایم بالاخره به زبان دیگری یک مثالی خدمت شما و بینندگان محترم ارز بکنم این مسئله رو شما در یک وسیله نقلیه این اصطلاح رو شاید چنده اید فارسی زبانها از او تعبیر به ترموز میکند و هموطنان ما در این زبانها از او تعبیر به بریک میکند. یعنی اون وسیله ای که بالاخره ماشین را یا این موتر را کنترل میکنه و هر جایی که قرار باشد نگه دارد نگه میدارد جایی که بالاخره قرار باشد او را به حرکت در بیاورد او را به حرکت در می آورد او کنترل یا او بریک یا او ترمز است که این وسیله نقلیه را بالاخره در مواقع حساس در مواقع خطرناک در جایی که احتمال سقوط هست احتمال پرت شدن بالاخره به دره هست نگه میدارد عین همین جریان عین همین مسئله تقوا در وجود ما هست که ما رو بالاخره از افتادن در دام گناه از افتادن در دام معصیت و از این که ما از مسیری که خداوند برای ما تعیین کرده از اون مسیر منحرف شوی ما رو نگه میداره پس استاد اگر نیروی کنترل کننده نیروی بازدارنده اگر در بدن ما در درون ما ضیفتر عمل کنه باید احساس خطر بشه همین است بله بله یا اگر بخوایم بالاخره چون ورود به بحثم شده باشه من یک مثال دیگری هم خدمت شما و بینندگان محترم برای این کلمه تقوا بذارم به تعبیر دیگر تقوا یعنی احساس مسئولیت کردن ما بالاخره در زندگی خود ما هم در قبال خود ما مسئولیت داریم، هم در قبال خانواده مسئولیت داریم، در قبال جامعه مسئولیت داریم، در قبال دستورات خداوند هم مسئولیت داریم. احساس مسئولیت اگر انسان در کار خود بکند و کار را به گونه ای انجام بدهد که در برابر دیگران شرمنده نباشد. در برابر خداوند بالاخره شرمنده نباشد در زمانی که پرونده او را در میزان حساب قرار میدهد پرونده او بالاخره خطا در او وجود نداشته باشد و احساس مسئولیت بکند این تقواست خدا آنچه را که به ما دستور داده است انجام بدهیم آنچه را که از او ما را نهی کرده و باز داشته است او را ما ترک بکنیم آنچه که وظیفه در قبال خانواده در قبال جامعه در قبال دوستان حتی در قبال خود ما مسئولیت داریم اگر به این مسئولیت خود ما عمل کردیم دقیق این میگوی تقوا اگر ما خدای نخواسته به هر دلیلی به مسئولیت خواهی خود عمل نکردیم این میشود بیتقوایی ای دوری از مسیری که خداوند برای ما تعیین کرده است از همین جهتگی که حقیقتا در زندگی مؤمنانه و زیست مؤمنانه تقوا خیلی جایگاه مهم می داره تقوا خیلی سفارش شده است تقوا خیلی تاکید شده است که بالاخره نشان اساسی نشان اساسی و یک مشخصه اساسی زندگی مؤمنانه و زندگی همراه با ایمان اینه که انسان در مسیری که حرکت میکند همراه با تقوا باشه راهنمای او تقوا باشه او چراغ رای او تقوا باشه او مسیری را که تقوا برای او اجازه میده در او مسیر حرکت بکنه او مسیری را که تقوا از او مسیر نهی می میکنه منع میکنه باز میداره او مسیر حرکت نکنه در او مسیر خود قرار نده ای معنای اجمالی تقوا به زبان ساده است چون بالاخره بنای ما اینه که به زبان ساده بالاخره برای دوستان و برای او بینندگان عزیزی که بالاخره این مسئله رو سوال کردن توضیح بدهیم این معنای ساده تقوا می بسیار باشد. تشکر بسیار تشکر استاد مسئله بسیار زیبایی بود تشکر میکنیم از عزیز دل ما که بلخره ارتباط گرفتن با برنامه و با موضوع برنامه بسیار سوال منطبقی رو بر ما ارسال کردن سوال بعدی ما هم کاملا در راستای همین سال عزیز دل ما هست جایگاه و نقش تقوا در زیست مؤمنانه از نگاه بالا و بسیار بلند قرآن کریم بر ما تبین بفرمید بله همچنان که اشاره کردم از اونجایی که تقوا یک نشانه مهم و یک مشخصه خیلی مهمی زیست مؤمنانه و زندگی مؤمنانه است در, در قرآن مجید در این کلام وحی هم روی مسئله تقوا خیلی فراوان تأکید شده است خصوصیاتی برای تقوا آثاری برای تقوا در زیست و زندگی مؤمنان مطرح شده است حتی بزرگترین امتیاز را برای انسان معیار او را تقوا بیان کرده است از نظر قرآن از نظر آموزه های دینی برتری انسان به نژاد او نیست به رنگ پوست او نیست به ملیت و اینکه اهل کدام کشور باشد نیست به اینکه سکونت در کدام جغرافیا داشته باشد نیست به جایگاه علمیش هم نیست. به جایگاه علمی هم حتی نیست که چقدر از جایگاه علمی برخورداره چقدر اطلاعات داره چقدر رتبه علمی داره یا چقدر بالاخره آثار علمی داره و اینا نیست معیار اساسی که در قرآن برای کرامت و بزرگواری و ارزشمندی انسان مطرح شده است تقواست انسان را با تقوا قرآن میفرماید بشناسید اگر تقوا داشت او از کرامت و بزرگواری برخورداره تقوا نداشت در هر موقعیتی باشه هر پست و مقامی باشه از هر ملیتی باشه از هر رنگ و نژادی باشد از نظر قرآن ارزشمند نیست او جایگاه او جایگای پایین هست این آیه شریفه سیزده هم سوره مبارکه حجرات را خدمت شما و بینندگان محترم بخوانم قرآن مجید میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم کریمترین شما بزرگوارترین شما ارزشمندترین شما پیشگاه خداوند کسی است که تقوای او بیشتر باشد. حدودا دو دقیقه دارید پس من یک آیه دیگر رو هم بخونم در آیه دیگر که آیه 197 سوره مبارکه بقره است بهترین زاد و بهترین توشه تقوا معرفی میکنه بالاخره ما یه مسئله مشخص است قرار شما یک مسافرتی بروید باید یک خرجی با خود داشته باش بله، بله. در مسافرت های سابق با خود بالاخره ممکن است نان خشکی با خود می بردن اما امروزه بالاخره باید یک پول با خود داشته باشه تا بتواند هزینه سفر خود را از او پول استفاده بکنه قرآن مجید می بهترین زاد و بهترین توشه برای شما تقوا است در دنیا هم اگر می خواهید زندگی بکنید باید زاد و توشه شما تقوا باشه اگر میخواهید از دنیا عبور بکنید به جهان آخرت هم برسید بهترین زاد و توشه شما تقوا است بله. و تزودو فا خیر, خیر زاده التقوی. توشه بردارید خرجی بردارید سفر خرج بردارید چون بهترین توشه بهترین سفر خرج بهترین هزینه زندگی تقواست. است این جایگاه بلند تقوا از نگاه قرآن بیان می‌فرماید که ما بالاخره همواره در زندگی تقوا داشته باشیم معیار سنجش ما تقوا است بهترین زاد و توشه ما هم تقوا است بسیار تشکر لحظات کوتاه با عزیزان من در اتاق فرمان شوی و برخواهیم گشت همچنان با ما باشید به با وقت بیداری از تلویزیون جهانی هادی مهمان محافل شما عزیزان هست درود احترام مجدد تقدیم یکایی یک که شما همراهان تشکر میکنیم از همکاران بسیار عزیز و پرتلاشمان حدیثی بسیار زیبا و نورانی برگرفته شده از خطبه فدکه حضرت زهرا سلام الله علیه ها تقدیم شما عزیزان شد شما می توانید از طریق پل ارتباطی برنامه نمبر مثبت 964 780 255 413 با ما در ارتباط باشید می توانید از این طریق هر گونه پیام هر گونه دلنوشته هر گونه دلگفته ای دارید چه به طریق متنی وایس و ویدیو با ما به اشتراک بگذارید منتظر پیام های ارزشمند و سازنده و راهگوش های شما ارجمندان هستیم جناب استاد در خدمت شما هستیم ادامه فرمایشات شما بله خدمت شما و بینندگان محترم درباره جایگاه تقوا در قرآن مجید یا در کلام وحی صحبت می کردم دو تا آیه را خدمت شما قرائت کردم من یک آیه دیگر را هم بخوانم. یکی از آیاتی که باز هم حقیقتا جایگاه را در زیست مؤمنانه و در زندگی مؤمنانه برای ما بیان می کند این آیه 26 سوره مبارکه اعراف است و لباس و تقوا ذالک خیر خصوصیت لباس اینه که بالاخره اولا ما را از گرما و سرما حفظ میکنه بله. در زمان سردی بدن ما را از سرما محافظت میکند گاهی اگر حتی هوا گرم باشد در برابر گرمی هم لباس ما را از گرمای زیاد از تابش مستقیم نور خورشید محافظت میکنه بله. یک خصوصیت لباس است یک خصوصیت دیگه لباس اینه که لباس باعث زینت است حقیقتا بالاخره برهنه بودن زینت نیست وریان بودن زینت نیست زیبایی نیست زیبایی انسان به لباس داشتن است زیبایی انسان به پوشیده بودن است از همین جهت است که به مسئله حجاب یه همه بالاخره سفارش شده است تأکید شده است این آیه شریفه 26 سوره مبارکه اعراف هم میفرماید و لباس و تقوا دالک خیر میخواهید لباس بر تنتان داشته باشید میخواهید زینت داشته باشید میخواهید بالاخره زیبایی داشته باشید بهترین زینت و بهترین زیبایی این است که مزین به لباس تقوا شوید تقوا در وجود شما باشد اون نیروی کنترل کننده ای باشد که در برابر خطاها و در برابر نافرمانی ها شما رو محافظت بکنه نگذارد شما از مسیری که خداوند برای شما تعیین کرده از اون مسیر منحرف شوید در تعریف و معنای تقوا اشاره کردم خدمت شما و بینندگان محترم که تقوا اون نیرویی است که انسان را در مواقع حساس و در مواقع گناه کنترل میکنه و الا بالاخره این انسان عادتش اینه خاصیتش اینه خصوصیتش اینه که گاهی دوست دارد بعضی از گناهان مرتکب شود علاقه داره منفعتش اینه که سر کاسبی دروغ بگوید بله احساس میکنه با دروغ گفتن سود بیشتری مثلا آید او میشود دوست دارد مثلا با چشم خود گناه بکنه با گوش خود گناه بکند یا بالاخره در مسیر گناه قرار بگیرد لذت میبرد گاهی دوست دارد غیبت کند بله غیبت بکنه او طبیعت حیوانی ما بالاخره یه اقتضار داره قرآن میفرماید و لباس و تقوا داله که خیر میخواهید اگر شما مزین باشید آراسته باشید لباس خوب داشته باشید بهترین لباس برای شما لباس تقوا است وای به حال آنهایی که لباس تقویشان نازکتر شده و پاره شده بله بله بله, بله. یا این لباس رو بر تن نداره در مسیر به قرار گرفته است حقیقتا جای این دارن که انسان یک تجدید نظر به زندگی خود بکنه ماهی که ادعای زیست مؤمنانه و زندگی مؤمنانه رو داریم چقدر بر اساسی ای آموزه ها ما زندگی خود تطبیق دادیم زنگ خطر بسیار همین مهم, است. مهم است بله همین است یا در آیه دیگر میفرماید و تقل و یعلم الله می خواهید بالاخره نور علم بر قلب شما به میخواهید خداوند علم و دانش رو بر قلب شما فرو بریزد نازل بکند مقدمه ای او این است که تقوا داشته باشید ما در روایات داریم که بالاخره گاهی بعضی از علوم با زیاد درس خواندن به دست نمی آید بعضی از علوم رو باید خداوند عنایت بکند به انسان بدهد مورد توجه خداوند قرار بگیرد که این علم مایه سعادت انسان باشه مایه کمال انسان باشد. چون خیلی ممکنه بعضی ها عالم باشه دانشمند باشه اما این علم او رو در مسیر سعادت قرار ندهد بلده. در مسیر کمال قرار ندهد اون علمی ارزشمند است که انسان رو در مسیر سعادت و کمال قرار بدهد زندگی دنیایی و زندگی آخرتی او رو تضمین بکنه این آیه شریفه میفرماید و تقول الله و یعلمکم الله میخواهید خداوند نور علم را بر قلب شما بتاباند مقدمه ای او این است که تقوا داشته باشید به تعبیر ساده تر قلب خودتان را این ظرف را اول پاک بکنید ظرف اگر ظرف آلوده باشد در او هیچ وقت غذای خوب کسی نمی ریزد میخواهید بالاخره علمی را که خداوند به شما عنایت میکنه او علمی که مایه سعادت, سعادت و کمال هست او در ظرف پاک باید قرار بگیرد. ظرف خودتان را ظرف وجودی خودتان را باید پاک بکنید از هر گونه آلودگی آمادگی ریختن این علم و دانش رو پیدا بکنید همه اینها اهمیت تقوا رو میرساند یا و تعاونو علی البر و, و تقوا اگر میخواهید همدیگر را هم کمک بکنید کمک به نیکی و کمک به تقوا بکنید این خیلی مهم است واقعا امر به معروف و نهی از منکر که یک از واجبات اساسی در دین مقدس اسلام هست یعنی که بالاخره ما نسبت به همدیگر احساس مسئولیت بکنیم میبینیم برادر ما دوست ما بالاخره در مسیر خلاف قرار گرفته است دوستانه به او گوشزد بکنیم دوستانه یادآوری بکنیم اگر کار خوب رو ترک کرده است او رو وادار بکنیم که برگرده او کار خوب انجام بدهد بی تفاوت نباشه بله بالاخره نماز کاهلی میکنه تنبلی میکنه بروزه روزه تنبلی میکنه گوشزد بکنه یا خدای نخواسته بالاخره عادت به بعضی از گناهان کرده است یاداوری داوری بکنیم گناه است برای سعادت تو برای خوشبختی تو خطرناک است قرآن مجید میفرماید و تعاونو علی البر و تقوا میخواهید نسبت به همدیگر کمک بکنید بهترین کمک این است که همدیگر را در مسیر تقوا قرار بدهید تقوا را یادآوری بکنه. این من چند آیه به عنوان مثال عالی. و نمونه بود که اهمیت تقوار در قرآن مجید یادآور شده بود و جایگاه تقوار در زیست مؤمنانه برای ما بیان میکرد بسیار عالی استاد به لطف حضرت عالی چند آیه از قرآن کریم اشاره شد که بسیار هم روح جان ما را نوازش داد و خدا خیر تبید استاد جایگاه تقوا در زیست مؤمنانه در آینه روایات چگونه میتونه باشه برای ما چند روایت هم بفرمایید حقیقتا چون آموزه های دینی ما قرآن و روایات جدای از همدیگر نیست روایات در حقیقت تفسیر کننده ی قرآن هست حسد. روایات در همون راستای تبیین مطالب قرآنی است مطلب جدایی نیست ما عین همین مطالبی که در قرآن داریم با بیان دیگر با توضیحات بیشتر و با تمثیل های بیشتر ما در روایات هم داریم من عنوان نمونه یک کلامی را از سخنان امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه خطبه 185 اشاره بکنم امیر مؤمنان علی علیه السلام تقوا را تشبیه میکند به یک قلعه و به یک دژ محکمی که این دژ محکم انسان را در برابر هر گونه خطرها محافظت میکنه بالاخره ما در تاریخ خوانده ایم که در جنگ های سابق کسانی که داخل قلعه قرار می گرفتن خیلی از حملات رو مسون بودن محفوظ بودن دشمن نمی بر او حمله بکنن چون در یک قلعه مستحکمی قرار گرفته بود امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید: فرماید اعلم و عباد الله بندگان خدا بدانید بدانید ان تقوا دار و حسن عزیز تقوا یک دژ محکم و غیر قابل نفوذ است هم محکم است و هم دشمن قابل دشمن نمیتواند نفوذ بکند در زندگی ما تقوا دژ محکم و غیر قابل نفوذ است یعنی بالاخره ما را در مسیری قرار میدهد که شیطان در وجود ما نفوذ نمیتواند بله. شیطان ما رو وسوسه نمیتواند این تمثیلی که امیر مؤمنان تعبیر به قلعه کرده است تعبیر به دش کرده است والفجور دار و حسن زلیل اما به تقوایی گناه کردن لاوبالیگری این یک خانه است سست بی بنیان بی پایه و اساس یا به تعبیر امروزی یک خانه بی در و پیکر خانه ای که بالاخره نه قفل دارد نه در دارد نه حفاظ دارد نه نگهبانی دارد از هر در و دیواری کسی او میتواند وارد شود و موقتی است موقتی است خانه فجور خانه بیتقوایی خانه لاوبالیگری یک خانه بیبنیان است خانه سست است لا یمنع اهله اهل او خانه را حفاظت نمیتواند و لا یحرز من لجع الی کسی اگر به این خانه بیتقوایی پناه ببرد از شر هیچ دشمن ایمین نیست نقطه مقابل تقوا دژ محکمی است که ما را از برابر در برابر هر گونه خطری محافظت میکند اما بی و لا گری یک خانه سست و بی است که اهل او را به هیچ عنوان نمیتواند محافظت بکنه. دو دقیقه در این فرصت. یا یک حدیث دیگر باز هم از خطبه های نهج البلاغه حقیقتا چون در نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام جدای از اینکه خود معارف را برای ما بیان می کند، او تمثیل ها و تشبیه که امیر مؤمنان در او کرده است در اوج فصاحت است در اوج بلاغت است در خطبه 16 همه نهج البلاغه باز هم اینگونه گونه تقوا رو بیان می‌فرماید الا و ان التقوا متا یا دللون حمل علیها اهلها ای مردم بدانید ای مردم ای مسلمان ها ای مؤمنان بدانید تقوا مثل یک مرکبی است مثل یک فرسی است مثل یک اسبی است که راهوار است رام است راکب و سوارکار بر پشت این مرکب و بر پشت این اسب سوار است و او را تا زمان رسیدن به بهشت هدایت می کند کنترل این مرکب و کنترل این اسب در دست خود اون سوارکار است در اختیار اوست تقوا این گونه است ما را بالاخره در مسیری که خداوند برای ما تعیین کرده در او مسیر قرار میدهد و تا رساندن به بهشت و سعادت و کمال ما را رها نمی بله. این خصوصیت اساسی تقوا در کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام است که برای ما تقوا را اینگونه تشبیه کرده است بسیار تشکر سلامت همچنان با ما باشید تلویزیون جهانی هادی به وقت بیداری و موضوع زیست مؤمنانه Allah اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه عزیز دلی با برنامه خودشان در ارتباط شده که ما در همین ابتدای بخش سوم برنامه امشب دوست دارم که نمبرشانو ایشان رو بخوانم تشکری داشته باشم نمبر مثبت 98 902 شماری آخر 6826 از کشور جمهوری اسلامی ایران عزیز دلی ما همراهی کننده بسیار محترم که سوالاتی داشتن تشکریایی داشتن و التماس دعا داشتن ما هم از ایشان تشکر میکنیم انشاءالله که هر جا که هستن در بهترین حال خودشان باشن شما میتوانید این برنامه را علاوه بر پیگیری از تلویزیون جهانی هادی، از فضای مجازی از طریق آپارات فیسبوک اینستاگرام و یوتیوب هم دریافت بفرمایید با شما ایزان هستیم بدون وقفه در خدمت جناب دکتر فیاضی عزیز و ادامه مبحثشن. بله جایگاه تقوا در روایات و سخنان امیر مؤمنان علی علیه السلام به خدمت شما و خدمت بینندگان محترم اشاره کردم یک تشبیه هم در بعضی از روایات شده است بعضی از مفسران قرآن مجید مخصوصا وقت زیل آیات که درباره تقوا قرآن سخن گفته است وقتی رسیده است ما همین امروز نگاه میکردم بعضی از تفاسیر واقعا دست اول قرآن را تفاسیر روایی و غیر روایی آمدن اینگونه مثال زدن اینگونه گونه تشبیه کرده است تقوا رو که بالاخره تقوا عبارت است از اینکه شما در نظر بگیرید در یک مسیری شما دارید حرکت میکنید قدم میزنید که اون مسیر پر از خار و خاشاک هست شما هم با پای برهنه هستید اگر در همچه مسیر شما حرکت بکنید کاملا مواظب هستید که شما قدم روی خار نگذارید بله, بله. این خارها در پای شما فرو نرود شما را اذیت نکند کاملا مواظبید کجا بالاخره زمین پاک است بدون خار هست تا پای خود را اونجا بگذارید و از اونجا عبور بکنید از این مسیر خار و خاشاک عبور بکنید تا آسیب کمتر تا آسیب ببینید. کمتر می‌بینید. تقوا این است تقوا اینه که در مسیر زندگی که ما بالاخره قدم میگذاریم در این عمر مثلا حالا عمر امروز 70 سال 80 سال گاهی به سن جوانی بعضیا از دنیا میرود زیر 100 سال معمولا بله بله. عمر امروزه ای انسان ها زیر 100 سال هست در این عمر کاملا مثل این که شما در یک مسیر پر از خار حرکت میکنی چگونه احتیاط میکنی چگونه قدم رو آهسته برمیداری تقوا این است که در مسیر زندگی همین گونه احتیاط بکنی. در ارتباطات خودت در کار و کاسبه خودت در تعاملات اجتماعی خودت در مسئله عباده خودت در تمام امورات زندگی با اون احتیاط عمل بکنی یک مثال بزنم خدمت شما و بینندگان محترم ما بالاخره شهر کابل را همه هموطنان ما دیدن بعضی از کوچه ها و بعضی از سرک ها مخصوصا در زمان بارندگی می شود در فصل پاییز و فصل زمستان گلولایی هست بله پر از آب می شود گایی چگونه بالاخره شما لباس خود را جمع می کنید و با کمال احتیاط حرکت می کنید که لباس شما مثلا آلوده نشود لباس شما گلی نشود لباس شما با اون آبهای آلوده نجس نشود تقوا همین است تقوا در مسیری که شما حرکت میکنید لباس خود را مراعات بکنید قدم خود را مراعات بکنید گفتار خودتان مراعات بکنید چه سخنی میگویید این سخنی که شما میگویید آیا در مسیر رضایت خدا هست یا نیست این کاری را که انجام میدهید آیا در مسیر رضایت خداوند هست یا نیست این واقعا یک تشبیه تشبیه جالبی است اگر ما گاهی ممکنه زبانی که بالاخره تقوا رو گاهی در آیات و روایات بیان کرده است ممکنه یک مقداری او زبان زبان کمی سختی باشه برای انسان هایی که کمتر مطالعه در این زمینه داره اما اگر با این مثال ها ما دقت بکنیم واقعا حقیقت تقوا برای ما روشن می شود که در خیلی از کتاب های تفسیری ما این گونه تقوا رو تعریف کرده است بسیار عالی بسیار عالی استاد استاد تقوا در زیست مؤمنان چند قسم هست و ما در چند دسته می توانیم در مورد آن صحبت کنیم بله چون حقیقتا ما از اقسام تقوا که می خواهیم صحبت بکنیم برای اینه که ما بالاخره تمام زوایای زندگی خود ما رو ملاحظه بکنیم بله. و تقوای در هر زاویه زندگی خود ما رو مراعات بکنیم یا هر مسئولیتی که در جامعه داریم بالاخره او تقوای مناسب خودش داره اگر یک آدم معمولی هستیم نسبت به خانه و خانواده و دوستان ما یک نوع تقوا داریم اگر در یک جامعه مدیریتی داریم مسئولیتی داریم یک کسی رئیسی هست و یک نوع تقوای باید مراعات بکنه اگر بالاخره کار و کاسبی دارد باید یک نوع دیگری از تقوا رو مراعات بکنه از این جهت است که ما وقتی به بعضی از آیات و روایات مراجعه می چندین قسم برای تقوا چندین نوع برای تقوا بیان کرده است یک قسم از اقسام تقوا تقوای روحی است تقوای روحی اینه که انسان روح خود را رو اونقدر تقویت بکند که این روح قوی انسان را از آلودگی ها حفظ بکند انسان رو در اون مسیر که حرکت میکند اجازه ندهد در مسیر آلوده قدم بگذارد این روح روح با تقواست، روح پاک است روح پاکیزه است یا یکی از اقسام تقوا تقوای اعضای بدن است. این چشمی که خداوند به عنوان یک نعمت به ما و شما داده است تقوا نیاز دارد. تقوای چشم اینه در مسیری که خداوند به ما اجازه داده از این چشم استفاده کنیم در جایی که ما رو منع کرده است از چشم استفاده نکنیم. یه گوشی که خداوند بالاخره به ما عنایت کرده است به عنوان یک نعمت ارزشمند یک نعمت بزرگ او چیزهایی که باید بشنویم بشنویم اون چیزهایی که ما رو من کرده است او رو نشنویم این تق... در اعضاست یا تقوای در سیاست این مسئله خیلی مهم است تقوای در سیاست مخصوصا کسانی که مسئولیتی در جامعه دارد و بالاخره مدیریتی در جامعه دارد تقوای سیاست خیلی مهم است شمایی که رهبری و مدیریت یک جامعه را یک مجموعه کلان را بر عهدهداری باید تقوای سیاسی داشته باشید در قبال این مردمی که ریاست او بر عهده شما گذاشته شده است شما مسئولیت داری چه کارهایی انجام بدی این پول بیت المال که در اختیار شما قرار گرفته است یا به عنوان حقوق از بیت المال شما استفاده میکنید مسئولیت داری یا این پول بیت المال را که به عنوان مدیر به عنوان رئیس به عنوان وزیر شما مصرف میکنید مسئولیت داری هر،, هر حرف و سخنی که شما با عنوان این جایگاه مدیریت و ریاست میزنید شما مسئولیت دارید اگر ما تقوا داشته باشیم خدا رو در مدیریت خود ما در ریاست خود ما در نظر بگیریم همیشه اگر هر کاری انجام میدهیم در مسیر رضایت خدا کار ما باشد یه تقوای سیاسی است یا تقوای اقتصادی تقوای اقتصادی هم واقعا یکی از شاخه های تقوا است یکی از انواع تقوا است من اشاره بکنم خدمت شما و بینندگان محترم ما یک حدیث هم ما داریم از زبان گوهربار پیامبر گرامی اسلام که میفرماید وقتی هر انسانی وارد عالم برزخ و عالم قیامت می شود چهار چیز از او سوال می شود یکی از سوال هایی که در عالم قیامت از او می شود این است که مال خودتانه از کجا به دست آوردی و کجا مصرف کردی اگر ما حواس ما باشه هم نسبت به درآمد ما هم نسبت به خرج و مصرف ما این تقوای اقتصادی است مسیری که درآمد داری مسیر حلال باشه از مسیر حرام کسب و کار نداشته باشه درآمد ما از مسیر حرام نباشه این تقوای اقتصادی است در او جایی که ما میخواییم این پول مصرف بکنیم بالاخره این نعمت الهی است خدا به ما این نعمت رو داده این سرمایه رو داده اگر در او مسیری که بالاخره مسیر حرام باشد او جایی که جای حرام باشد ما این مال مصرف بکنیم یه بتقوایی است اگر ما در کسب و کار خود ما همچنین در مصرف خود ما خدا رو در نظر گرفتیم از مسیر حلال کسب و کار به دست آوردیم درآمد داشتیم در مسیر حلال هم ما استفاده کردیم این تقوا تقوای اقتصادی است حقیقتا امروزه خیلی از این مسئله مورد ابتلا هست مورد احتیاج هست که بالاخره ما الحمدلله داریم در همین برنامه معرفتی به وقت بیداری مسئله برنامه احکام رو شما داریم ما داریم مسئله احکام کسب و کار مسئله احکام تجارت چگونه بالاخره تجارت ما تجارت حلال هست به چه صورت کسب و کار ما کسب و کار حلال هست اگر ما چگونه کسب و کار داشته باشیم تجارت داشته باشیم این تجارت ما تجارت حرام و نادرست هست اگر ما پیش از این که مشغول یک کسب و کاری می شویم تجارتی می شویم احکام او را بدانیم که از چه مسیری ما کسب و کار داشته باشیم در چه مسیری مصرف بکنیم این تقوای اقتصادی است که واقعا این مسئله خیلی مورد ابتلا هست مورد احتیاج مردم ماست که این مسئله را توجه داشته باشه من یک دو اشاره دیگری هم داشته باشم استاد کمتر از کمتر از دو دقیقه بله. بله گاهی ما تقوا میگوییم یک تقوای حد اقلی است تقوای حد اقلی این است که بالاخره ما تلاش میکنیم در معرض آلودگی ها خود را قرار ندهیم مثل این که شما تلاش میکنید در محیط که آلوده به ویروس است، آلوده به میکروب است، آلوده به بیماری هاست، امراض مختلف است، در اونجا قرار نگیرید. یک نوع تقوا ما هم بالاخره گاهی ممکن است تلاش بکنیم در بین جامعه نباشیم منزوی باشیم چرا چون ممکنه در مس... در بین جامعه آلوده شویم دو چهار گناه شویم این تقوای حداقلی است اما تقوای حد اکثری که بهترین تقواست این است که ما خود را ایمین بکنیم در عین حالی که خود را ایمین کردیم در هر محیطی قرار نه. گرفتیم تحت تاثیر محیط قرار نگیریم در بین جامعه هم باشیم در محیط آلوده هم باشیم در عین حال تحت تاثیر قرار نگیریم این من اشاره بکنم خدمت بینندگان محترمی که ممکن است در س... کشورهای غربی بله در کشورهای غربی سکونت داره زندگی میکند میتواند در یک کشور غیر اسلامی زندگی بکند اما از مسلح به صلاح تقوا باشد و نفس خود را کنترل بکند و از مسیر قرار گرفتن به گناه و آلودگی ها خود رو حفاظت بکنه این تقوا تقوای حد اکثری است که این تقوا تقوای مهم است بسیار تشکر سلام. تلاش کردیم در این زمان اندک بحث تقوا گفتگوی مفیدی باشه برای عزیزان که انشالله هم همینطور بوده باشه در برنامه بعد هم انشالله شما را در این جایگاه زیارت کنیم انشالله سلامت باشین از شما عزیزان تشکر میکنیم نقطه پایانی برنامه امشب و انشاءالله که بتوانیم در برنامه های بعد هم بنده و همکاران عزیزم با شما عزیزان همراه باشیم امیدوارم که در مسیر بندگی خداوند پایمان بر خار بیتقوایی نرفت <applause>